فوتبال ایران سال 1403 رو با یه پیروزی 5 گله مقابل ترکمنستان شروع کرد. اما اون چیزی که موضوع روز فوتبال ایرانه، جوانگرایی در تیم ملیه. امروز در مورد فوتبال صحبت می‌کنیم. به هتریک خوش اومدید. درود بر شما، نوروزتون پیروز، سال نو رو بهتون تبریک میگم. این اولین برنامه هتریک در سال 1403 هست که از لندن تقدیمتون میشه. همونطوری که میدونید و وعده کرده بودیم، در طول تعطیلات سال نو ما برنامه داریم و مطابق معمول روزهای یک شنبه و جمعه همراهتون هستیم. برنامه امروز ما اختصاص به بررسی فوتبال ایران در سال گذشته داره و همچنین بازی دیروز ایران و ترکمنستان که حتما میدونید که بازی 5-0 تموم شد به نفع ایران. چهره محمد تقوی رو میبینید، بازیکن پیشین تیم ملی که در این برنامه هم خوشبختانه ما رو همراهی میکنه. سال 1403 رو شروع کردیم و امیدواریم سال جدید سال بهتری برای مردم ایران باشه، مشکلات اجتماعی و اقتصادی کمتر بشه و مردم بتونن راحت‌تر زندگی بکنند. اگر بخوام یه آرزو برای سال جدید داشته باشم، آرزوی سلامتی و آزادی مردم ایرانه که از این وضعیت رها بشن. محمد، واقعا امیدواریم که سال خوبی داشته باشیم. سال نو رو تبریک میگم. چطور به تو اینجا کار؟ منم سال نو رو تبریک میگم به شما، به همه مردم عزیز ایران. نوروزشون پیروز باشه. واقعا میگم که یه شرایطی الان هست که حالا شاید موقع ما بچه بودیم شاید متوجه نمیشدیم، اما الان چیزی که واقعا ناراحت میکنه حتی من و همه ماها رو اینه که شرایطی که تو ایران هست باعث میشه که ما نمیتونیم خوشحال باشیم. نمیخوایم اینجا مصیبت بخونیم، اما واقعا همه ما اعتقاد داریم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، مسائل در واقع مایشو بذاریم کنار، سیاسی هر چیزی که بذاریم، این بحث اقتصادی که باعث شده وحشتناک. یعنی واقعا وقتی که خبرهایی که من از تو ایران میشنوم و واقعا ناراحت کننده است، باعث میگه مقدار عید برای ما کم رنگ بشه. حداقل برای ما که سالیان سال اینجا هستیم عید برای ما کم رنگ شده، اما وقتی از تو ایران تماس میگیریم، خانواده صحبت میکنن، دوستان صحبت میکنن، همه یه جورایی میگن اونجوری که بوده نیست، عوض شده، سخت شده و واقعا ناراحت کننده است. اما نوروز همیشه نوروزه، نوروز بوده، از چند هزار سال پیش تا الان بوده و هست و خواهد بود و یکی از بزرگترین در واقع جشن‌ها اینه که هویت ایرانی‌ها رو در واقع حفظ کرد تو تمام دنیا. ببین، من اینجا دوستای انگلیسی دارم، بعد اینو صحبت می‌کنیم، مثلا میگن که 21 که در واقع مارچ اول بهاره. وقتی من بهشون میگم 21 که مارچ سال نو ماه، خیلی‌هاشون نمی‌دونن اصلا، اصلا باورشون نمیشه. مثلا میگن خوش شما مگه مسلمان نیستیم؟ میگیم نه، ما مسلمان هستیم، البته الان که خیلی‌ها نیستن مسلمان هستیم، اما نوروز ما، سال نو ما 21 مارچ. و خیلی جالبه این چقدر در واقع شخصیت میده به اون تاریخ چند هزار ساله ایران که متأسفانه داره این روزا گم میشه. البته خیلی خوشحالم جوانای امروزی به مراتب از زمان ما جلوترن نسبت به این مسائل. ما میبینیم که همچنان زنده نگه میدارن، اسما عوض شده، همینا به خاطر نوروز. البته من یک چند وقتی پیش دیدم که یا آقایی که از خود حکومت است گفت آقا عید ما، عید چی؟ ما عید ما باید عید نمیدونم قدیر باشه. یادم باشه قدیم ها یه چیزی میگفتن عید روزی که ظلم نشه، اما از اون موقع شده هر روز داره توی ظلم های بیشتر میشه و اتفاقات بسیار تلخی داره میفته. هر روز خبر دزدی میشنویم، فساد وحشتناک در ایران و متاسفانه این خبرها در کنار موضوعات اقتصادی واقعا فشار زیادی روی مردم وارد کرده. توی این شرایط زندگی کردن واقعا دشوار. من شنیدم که مثلا حقوقی که میگیرن توی چند روز اول تموم میشه و تموم میشه. واقعا نمیتونن با این شرایط ادامه بدن و این باعث میشه که واقعا ما از اینجا واقعا براشون نگران. واقعا ببین، زن و شوهر کار میکنن، بچه‌ها کار میکنن، اما زندگی نمیچرخه. اما خب یه راه دیگه هم برای پول در آوردن، مثلا امضا رو جعل کنن، خیلی خوبه، میتونن امضا رو جعل کنن، یه پول 1000 میلیاردی بیاد تو حسابشون. واقعا ما میخندیم از تلخی واقعا تو جامعه ای که تازه ایناست که رو میشه. خیلی چیزاست ماها اصلا نمیدونیم، هیچ کس هم خبر نداره و واقعا هم کسی ازش سر در نمیاره. اتفاقی داره پشت پرده میفته و
اتفاقاتی که حالا من شنیدم که برادر آقای رئیس فدراسیون فوتبال کشورمونم کارتل نفتیه بعد اتفاقاتی داره پشت پرده رقم میزنه که حالا جاش اینجوری صحبت نه ببین یه چیزی که بالاخره ما اینجا چند سال اینجا هستیم، شما هم چند سال اومدی اینجا، یه کریسمس و نیویر خودشون همه خوشحالن، تمام دولت حکومت سعی میکنه شرایطی به وجود بیاره که همه از این موقعیت نهایت استفاده رو ببرن و در واقع شاد باشن، اما ما تو ایران میبینیم تا عید میاد قیمتا میره بالا، شرایط سخت میشه، حقوقا رو نمیدن. بازم میگم ما اینجا قصد نداریم واقعا بیایم نامه در واقع مصیبت بخونیم، اما واقعا نمیشه، من خودم شخصا واقعا نمیتونم تحمل کنم این واقعیت. باید گفتم واقعیت باید بگیم، باید بدونیم که تو مردم ایران بدونن که ما هم همدردشون، حس میکنیم این سختی که اینا دارن میکشن. بله. امیدوارم که هر چه زودتر این مشکلات برطرف بشه و عید واقعی به بله. خونه مردم بیاد. بله همونطوری گفتیم دوست داریم که امسال سال رهایی و آزادی مردم ایران باشه. سال 1402 با همه روزهای تلخ و شیرینش به پایان رسید. برای فوتبال ایران هم روزهای خیلی خوبی بود، روزهای خیلی بدی هم وجود داشت. برای اینکه بیاد بیاریم که در سال 1402 بر فوتبال ایران چه گذشته، مرور کوتاهی داریم بر مهمترین اتفاقات فوتبال ایران. این بخشو ببینیم. برای 15مین بار عنوان قهرمانی لیگ فوتبال کشور رو از آن خودش میکنه. بازی شما رو خواهند دید، تماممون شوق داریم، همه بچه‌ها شوق داریم، ما شوق داریم که سریع‌تر روز شنبه برسه و بازی شروع بشه. برای اینکه برنامه رنگ و بوی متفاوتی داشته باشه، یه مقدار رنگ و بوی نوروزی بگیره، یکی از هنرمندای محبوب کشورمون روی خط اسکایپ برنامه ما هست، شهاب تیام از ساکرامنتو آمریکا همراه ما هست. شهاب، به تبریک میگم سال جدید رو، از حال و هوات بگو در سال 1403. مازر جان سلام، محمد جان سلام، منم سال نو رو بهتون تبریک میگم، ان شاءالله که سال خوبی باشه براتون، پر از سلامتی، پر از موفقیت و همچنین به هموطنان خوبم در سراسر کشور هر جایی که هستم بهشون تبریک میگم سال خوب و سال نو رو.
و امیدوارم که هر جا هستید خوب خوش باشید. جناب ببخشید در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم شما جان، برای سال جدید چه برنامه‌هایی داری؟ آیا کار جدیدی داری یا خیر؟ برام توضیح بده راجع به کار هنریت. آلبوم جدیدی در دست تهیه دارم که تقریبا کارش تازه تموم میشه و امیدوارم که بتونم دیگه با تموم شدن عید یواش یواش کار رو شروع بکنم برای پخش، که امیدوارم اولیش توضیح میدید اسمش چیه، چند تا ترک داره، چه جوریه؟ 8 تا ترک داره، بعد اسم آلبوم رو به زودی منتشر میکنیم و کارا متفاوته، کارا فرق میکنه، هر کدوم با هم دیگه رنگ و بوی خاص خودش رو داره، یه مقدار متفاوت تر از کارهایی که در گذشته کار کردم، برای خودم متفاوته و امیدوارم که برای هوادارانم همین حسی داشته باشه که خودم دارم نسبت به کارا. شهاب جان سلام، خوبی؟ امیدوارم خوب باشی، مادر خوب باشه. قربونت محمد جان، بعدای تو باشم. خیلی خوشحالم، میدونم که صبح زود بیدارت کردیم، میدونم الان دیگه انقدر ما اذیت کردیم صبح زود بیدارت کردیم. شهاب جان من البته اتفاقی که افتاده اینجا، من برای اولین بار من تمام اعضای خانواده برای عید همه دور هم دیگه جمع شدیم، در سان دیگو کالیفرنیا هستم پیش مادر. بله. و اوقات واقعا برای اولین بار بعد از 20 و چند سال ما با هم دیگه دور هم جمع شدیم و واقعا اوقات خوبی داریم. دقیقاً برای همین گفتم شهاب جان به دوست عزیز من آقا رضا سلام برسون، بغل نشسته میدونم اونجا دوست قربونت برم عزیزم. بعد خب شهاب جان من با دوست برادر شهاب دوستی چندونی چند ساله دارم، از 20 خورده ای ساله. شهاب جان من میدونم حساسی توی کارات، اما یه سوالی که خیلی از منم میپرسن با توجه به ارتباطی که داریم، میگه چرا شهاب کم در واقع کار میده، یعنی در واقع خیلی به ندرت پیش میاد، هر یکی دو سال معمولا سعی میکنیم اون چیزایی که در واقع موسیقیه که همه ما دوست داریم، دوست داریم بیشتر بشنویم، اما خیلی کم کار میکنیم، دلیلش چیه؟ این حساسیت زیادی که خودت داری نسبت به اون، حالا بحث فوتبال هم بهش میرسیم سر وقتش. ببین کمکاری من از وقتی که موزیک رو شروع کردم همیشه یه وقفه طولانی بین تمام کارام بوده، از همون آلبوم اول تا به الان که حدود فکر میکنم 20 سال میگذره، 20 خورده سال میگذره، و این برمیگرده به واقعا به همون حساسیتی که خودتون گفتید. برای من مهم نیست که چقدر فاصله داشته باشه بین کارهای من، برای من مهم اینه که کاری که ارائه میشه خود شخص خودم راضی باشم، از به عنوان کسی که داره کار ارائه میده دوست دارم همیشه خودم اون کارو دوست داشته باشم و راضی باشم، و همیشه هم میدونم که کاری که خودم راضی باشم از پخشش و از طوری که انجام شده باشه، و مطمئنم که مردم هم همین حس رو میگیرن از کار. کم میخونی تا الان اینجوری بوده و میگم شهاب جون کم میخونی اما درست میخونی. قربونت برم عزیزم، سعی میکنم همیشه کارهایی که ارائه میدم برای خودم حداقل دلچسب باشه و متفاوت باشه و همین تفاوت و همین فرق رو بیشتر هواداران حس میکنن توی کارا. ولی خب سعی میکنم از این بعد یه مقدار اکتیو تر باشم، به خاطر اینکه کارهای زیادی رو توی این مدتی که نبودم جمع آوری کردم و تهیه کردم، و مطمئنم که دل هوادارا شاد میشه با شنیدنش. بله، ما خوشحال میشیم. ما بعد ندیدیم که یادی هم بکنیم از فرامرز اصلانی عزیز. بله. که دو روز پیش از دستش دادیم و فکر میکنم که همه هموطنامون از این بابت ناراحت هستن. شب صحبت میکنه راجبش؟ واقعا یکی از تلخترین خبرها بود، به خاطر اینکه واقعا توی ایام عید ما دوست نداریم یه همچین اخباری رو واقعا لمس بکنیم، و از دست دادن استاد بزرگی مثل فرامرز اصلانی واقعا برای تمام اعضای بچه موسیقی و تمام بچه های هنرمندی که سالهای سال کار آقا اصلا دنبال کردن، واقعا یکی از تلخترین اتفاقات بود، و من اینو به جامعه هنری و به تمام مردم ایران واقعا بهشون تسلیت میگم. بله. و امیدوارم که واقعا نمیشه گفت، البته امیدوارم که من توی اینستاگرام خودم هم زدم، گفتم واقعا هیچی نمیتونم بگم غیر از اینکه امیدوارم که با آرزوهات رسیده باشی، و هیچی هم به نظر من مهم نیست این که یه هنرمند به آرزواش رسیده باشه قبل از اینکه این دنیا رو ترک بکنه، و این یکی از مهمترین چیزاست. محمد راجب فرامرز اصلانی عزیز، واقعا یه سری آدم ها هستن که
جاودان میشن و فرامرز احسانی که از اوناست. چرا میگم جاودان میشن؟ یادمون میاد اون زمانی که اتفاقاتی گفته بود، همون در واقع خیزش انقلابی مردم ایران، که شوامی که از اون بچه‌ها بود یه موزیک ویدیو خیلی قشنگ خود و فرامرز احسانی اولین کسی بود که وایساد. ببینید من خیلی خوشحالم تو اون مقطع هنرمندان خیلی بیشتر از ورزشکاران اومدن توی جمع و پشت مردمشون بودن و این واقعا خبر خوشحال کننده ای که من دیدم تو اون زمان هنرمندان، خواننده‌ها، هنرپیشه‌های توی داخل ایران، خواننده‌های بیرون ایران و خیلی تاوانم دارن پس میدن اما نترسیدن و این واقعا جای بسیار خوشحالی برای من و فرامرز احسانی که بی‌نظیر بود. واقعا من واقعا علاقه خاصی به نوع آهنگا و خوندنش داشتم. بازم تسلیت میگم. اما در طول سال گذشته همکاران ما در بخش رسانه در ایران بسیار فعال بودند. عکاسای ورزشی سعی کردن که مهمترین بازی‌های فوتبال ایران رو به بهترین شکل ممکن به تصویر بکشن. در این کار هم موفق بودن تا حدود زیادی و عکس‌های بسیار زیادی رو ثبت کردن که بسیار هم زیبا بودن خیلی‌هاشون. بریم تعدادی از این عکس‌ها رو به اتفاق تماشا بکنیم. برمیگردیم صحبتونو با شباب تیم ادامه خواهیم داد. بله تصاویر رو دیدیم. تصویر آخری که دیدیم تجلیلی بود که از فرشاد عباسی شده بود به خاطر 30 سال تجربهش و فعالیتش در عرصه رسانه که جا داره بهش تبریک بگیم. اونجا ازش تجلیل شده در تیم ملی که بسیار هم جالب بود. عکسایی که دیدیم، حالا من اسمشون رو میخونم براتون، دوستانی که در واقع عکس ها رو گرفته بودن: ابوالفضل امان الله، امیرحسین خیرخواه، آریا جعفری، پریسا پورطاهریان، اکبر داداشزاده، ابوالفضل امیرزاده، سهیل اسماعیلی، امیرحسین فلاح، مجتبی صالح و محمد رضا بلندی، همینطور محمد امین انصاری. و همشون خسته نباشید میگیم. تصاویر بسیار زیبا و جذابی رو تماشا کردیم. اما همچنان با شهاب تیام همراه هستیم. شهاب، میخوام یه مقدار گفتگو رو ببریم به سمت فوتبال. میخوام ببینیم که فوتبال ایران رو تو چطور دیدی در سال 1403؟ فوتبال ایران رو راستش چی میتونم بگم؟ یه مقدار بیشتر میدونم که فوتبالی هستی. پیگیری میکنم 100%. من خودم خب خیلی فوتبالی هستم، فوتبال ایران هم 100% پیگیری میکنم. کی پیگیری نمیکنه؟ همه پیگیری میکنیم. البته شب جان خیلی... با لباس قرمزی که پوشیدی من با یه ذره تجدید چی کنم مشخص بشم که رابطتون با شما چطور بود. طرفدار پرسپولیس گفتم من به رضا گفتم همین الان محمد به لباس من گیر میده. نه ولی خب راجع به فوتبال ایران 100% با وجود امیر قلعه‌نویی عزیز خب یه مقدار هجومی تر شده، ولی خب متاسفانه خیلی فرصت ها رو از دست میدیم. همینطور که توی بازی دیروز با ترکمنستان دیدی، ما خیلی گل میتونستیم بزنیم، شاید من 7-8 گل میتونستم بچه ها بزنم، ولی متاسفانه توی تمام بازیایی که در طول قهرمانی جام آسیا هم دیدیم، ما فرصت خیلی از دست میدیم، قدر فرصت هامون رو نمیدونیم، تموم کننده کم داریم. یعنی احساس میکنم این جوانگرایی خب باید انجام بشه، ولی خب جوانگرایی وقتی بخواد انجام بشه خب خیلی طول میکشه. باید به این بچه ها بیشتر بازی بدن، به این بچه ها باید بیشتر بهشون اطمینان کنن. مهدی قائدی خیلی بیشتر میتونه به تیم کمک کنه به نظر من، ولی خب خیلی استفاده نمیشه از استعدادهایی که توی تیم هستش. و امیدوارم که آقای قلعه‌نویی اون کادر فنی، اون
تغییرات لازم رو انجام بدن که ایشالا بتونن که یه تیم خوبی رو ما داشته باشیم برای جام جهانی، ایشالا که بتونیم صعود بکنیم. تیم مورد علاقه چی؟ پرسپولیس. 100% همشه پرسپولیسی بودم دیگه، هر کاپشن قرمز هم پیداست دیگه. قهرمان میشه پرسپولیس امسال؟ والا نمیدونم، نمیشه گفت. خیلی خیلی مسائل هست که آدم باید در نظر بگیره، ولی امیدوارم که بشه، امیدوارم که این اتفاق بیفته. بازی اورونوف رو دیدید؟ چون هوادار پرسپولیس خیلی از اورونوف خوششون اومده، بازیکن ازبکستانی 23 ساله‌ای که اومد به تیم پرسپولیس و خیلی تکنیکی روپا نشون داده. خیلی 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 و یکی از بهترین خریدا فکر کنم خریده این بازیکن کجایی بود؟ آره شعب جان، من واقعا باید تجدید نظر کنم ارتباط با شما. باید به محمد جان دیگه بعد از چندین سال دوستی دیگه قربونه اگه ندیم. من پرسپولیس من بخواستم شما رو مصادره کنم بیارم سمت خودم، نشد، هر کاری کردم نشد. هر جا هستی سلامت باشی، قربونه محترم، خیلی سلام باشی. مهم نیست رنگه، مهم نیست رنگه، اون نزدیک بودن دلاس. دقیقا فدای تو بشم شعب جان. خیلی ممنون در برنامه حضور پیدا کردی، با اینکه اونجا میدونم زود هستی مقدار اذیت شدی، خانواده رو اذیت کردیم، عذرخواهی میکنیم، امیدوارم که سال بسیار بسیار خوبی داشته باشی. قربونت برم، مرسی. منم خوشحال شدم که در کنار شما بودم و سال نو رو بهتون تبریک میگم و همچنین همه عزیزان در سرتاسر دنیا، ایشالله که سال خوبی باشه با همگی. بله برات آرزوی موفقیت میکنیم. اما یه بارم اشاره بکنم که ما تو این برنامه راپور بخش رو نداریم، امیدواریم برنامه بعدی داشته باشیمش و حتما این گونه خواهد بود. دو تا برنامه نیست راو و بعد برمیگرده و کنار ما خواهد بود. تو برنامه هفته بعد جمعه حتما رهاپور بخش رو هم خواهیم داشت. اما توی این بخش برنامه بریم پیام تبریک سال نوی میلاد زنیرپور رو بشنویم. میلاد در فولاد خوزستان مطرح شد، جایی که خیلی از فوتبالیست‌ها رو به تیم ملی ما معرفی کرده، به تیم ملی هم رسید، در خیلی از باشگاه‌ها بازی کرد مثل استیلازین، سپاهان و ملوان و کلی تیم دیگه. بریم صحبتش رو بشنویم. با درود، فرارسیدن نوروز باستانی 1403 رو به تمام هموطنان عزیزم شاد باش عرض می کنم و یادی کنیم از عزیزانی که جان خودشون رو در راه آزادی از دست دادن و مطمئنن در کنار هم راهشون رو ادامه خواهیم داد. امیدواریم امسال سال آزادی میهنمون ایران باشد. نوروزتان پیروز، پاینده ایران. اگر به صفحه ورزشی ایران اینترنشنال، ایران اینترسپورت مراجعه کرده باشید، چهره های فوتبالی سال رو به انتخاب ایران اینترنشنال دیدید. فوتبالیست هایی رو که در طول سال گذشته در کنار مردم ایران بودن و براش هزینه هم دادن. علی دایی، علی کریمی، وریا غفوری و کریم باقری. در این بخش از برنامه علیرضا مرزبان، مربی پیشین پرسپولیس و سپاهان همراه ما هست. علیرضا جان، من به تبریک میگم سال جدید رو و امیدوارم که سال بسیار خوبی رو شروع کرده باشی. همراهت هستیم. با سلام به شما عزیزان، آقای تقوی هم همینطور. مزدک جان، برای شما هم آرزوی سال خوبی رو دارم، سال برای مردم ایران هم همینطور. امیدوارم سالی باشه که مردم ایران دیگه منتظر این نباشن که به ملاقات زندانیاشون برن، سالی باشه که به سر قبرستون‌ها نرن برای دیدن عزیزانشون. امیدوارم سالی باشه که
سال آزادی بتونیم بهش بگیم، سالی باشه که انسانهایی که در ایران زندگی میکنن واقعا به رویاهای خودشون نزدیک بشن، به آزادی خودشون نزدیک بشن، و اینو آرزو دارم از تمام وجودم برای مردم خوب ایران. علیرضا جان، ما بخشی رو دیدیم، تصاویری که به هر شکل قهرمانای مردم ایران هستند. چه چیز باعث شد که اینا متفاوت باشند؟ یکی از فاکتورهای بزرگی که ما داریم طبیعتاً اینطوریه که افرادی رو که ما الان عکسشون رو دیدیم کسایی هستن که در نه تنها در ورزش ایران بلکه در اجتماع ایران نقش پررنگی رو همیشه داشتن، همیشه نسبت به بی‌عدالتی‌ها معترض بودن، و این از خود علی دایی، کریم باقری، بوریا غفوری، علی کریم، اینا کسایی هستن که در واقع جای پای خودشون رو جایی گذاشتن که مردم ایران بهشون احترام خاصی میذارن، چون اینا نه تنها فوتبال بازی کردن بلکه قلب مردم ایران رو فهمیدن، اعتراض کردن به تمام بی‌عدالتی‌هایی که توی جامعه وجود داره، و همین مسائل هست که باور این مسئله رو ما میتونیم همیشه داشته باشیم. فرق یک ورزشکار بزرگ که انسانیت بزرگم در قلب خودش داره و توی جامعه زندگی میکنه و برای مردم زندگی میکنه با یک ورزشکار معمولی که برای در واقع برای رانت داره زندگی میکنه یا فقط به دنبال این هست که خودش رو در جامعه نجات بده. این چهار نفر واقعا سمبولایی هستن که برای آزادی مبارزه میکنن، برای رهایی اجتماع ایران از این فقر و گرانی و در واقع فساد همیشه مبارزه کردن و برایشون بی نهایت ما ارزش قائل هست. بله محمد، ما قبلا تو برنامه صحبت کردیم، خیلی از فوتبالیست‌ها نمیخوان هزینه بکنن از زندگیشون، از خانواده‌شون، اینا نمیخوان هزینه بکنن، اما بعضی از اونا واقعا متفاوتن که چهار تاشون رو انتخاب کردیم و فکر می‌کنم که واقعا به حق هم انتخاب شدن. من قبل از سلام عرض کنم خدمت آقای مرزبان، سال نو رو تبریک بگم به ایشون، ان شاءالله سال خوبی داشته باشن، ان شاءالله نفع بعد دیگه در کنار ما باشن، همینجا ببینیمشون. ببینیم از یک جان چهار تا بازیکنی که چهار تا فوتبالیستی که هر جوری داریم میچرخونیم که ببینیم کدومشون رو میتونیم نفر اول بذاریم، واقعا نمیشه. یعنی قرار بر این بود بگیم خب یه چهره انتخاب کنیم که بیشتر کنار مردم وایسادم. بین این چهار تا من الان از شما میپرسم میتونی کسی رو انتخاب کنی؟ آقای مرزبان، بین این چهار نفر شما میتونی یک نفر رو بگین که بیشتر تاوان داده؟ واقعا میتونی یک نفر رو انتخاب کرد؟ فقط من میتونم بگم سه نفرشون تو ایران دارن زندگی میکنن، ولی برای علی کریمی خیلی سخته، چون شما مردم رو مجبور شدی به در واقع ترک کنی، شما حس تو خاک تو در واقع ترک کردی، شما بهترین درختای دنیا رو میتونی داشته باشی ولی یک درخت توی ایران که سایه رو سرت بندازه نمیتونی. برای علی کریم من فکر میکنم از همه بچهایی که الان نشون دادیم برای علی از همه سخت‌تره. دقیقا من میخوام همین موضوع رو بگم، اما وقتی من کاملا با آقای مرزبان موافقم، اگر بخوایم بین این چهار نفر یکی رو بگیم خیلی، یه نفر از همه چیزش گذشت، از کشورش گذشت، از زندگیش گذشت که بیاد و مستقیم با اینا تقابل کنه. ببینید درست اون سه نفرم وایسادن، من هیچ بحثی هم روش ندارم، اونا هم دارن تاوانی که میدن، تاوان بسیار سنگینی دارن میدن. چرا؟ چون شما وقتی تو ایران هستی خیلی سخت داره بتونی این حرفا رو، چون بیشتر تحت فشار، وقتی میری بیرون دستشون به شما نمیرسه، وقتی دستشون به شما نرسه شما تحت فشار کمتری، درست این فضای مجازی هست و شروع میکنه، اما کمتر تحت فشاری، حداقل اینکه خانوادت رو نمیتونن تحت فشار بزنن. اما وریا غفوری، علی دایی، کریم باقری، واقعا حالا علی کریمی که مشخصا همه ما میدونیم چه فشاری روش بوده، اما این سه نفر هم تو ایران واقعا شجاعت به خرج دادن. علی رو هم بذاریم کنار که اصلا موضوع این نیستش که بگیم کی بیشتر کی کمتر، ما بگیم یعنی در این چهار نفر اوج شجاعت یک ورزشکار، وظیفه اخلاقی انسانی خودشون رو به نوع شایسته پیاده کردن، و این موضوعیه که واقعا متفاوت می‌کنه این چهار نفر رو از همه بقیه کسایی که تو فوتبال، البته تو این شهر ما نمیتونه مثلا از یحیی گل محمدی بگه، تو یحیی تاوانش داره میده، داده حداقل، اما واقعا من سرم بالای به عنوان فوتبالیست جامعه فوتبالیستا که همونجوری که گفتیم خواننده در واقع هنرپیشه اومدن بیشتر بودن، این فوتبالیستان بودن که دست این در واقع عقب نشینی نکردن و باعث افتخار همه ما هستن. بله، یادم میکنیم از رسول خادم که با عنوان چهره ورزشی سالم انتخاب شد از سوی ایران اینترنشنال، و فکر میکنم که همه شما میدونید که در طول سال گذشته رسول خادم چگونه در کنار مردم ایران بوده. ما همچنان همراه هستیم با علیرضا مرزبان، اما در طول سال 1402 چند مربی عمل کرده خیلی خوبی داشت از نظر فنی، جواد نکونام، یحیی گل محمدی، امیر قلعه‌نویی و جوزه مورایس. تصاویری رو در همین ارتباط میبینیم، برمیگردیم روش صحبت میکنیم.
ما در صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال، صفحه ورزشی ایران تلسپورت، یه نظرسنجی برگزار کردیم راجع به اینکه برترین مربی فوتبال ایران به انتخاب مخاطبانمون چه کسی هست. امروز نظرسنجی بین یحیی گل محمدی و امیر قلعه‌نویی برگزار شد. از شب گذشته تا این لحظه بیش از 250,000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردن. نتیجه تا به این لحظه دقیقا 80% برای یحیی گل محمدی و 20% هم به امیر قلعه‌نویی رأی دادند. راجع به همین میخواییم صحبت بکنیم. البته این نظرسنجی هنوز ادامه پیدا خواهد کرد. فردا میتونید که بین جواد نکونام و جوزه مورایس انتخاب بکنید، مربی استپان یا مربی استقلال. میتونید با مراجعه به صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال، صفحه ورزشی، نظرتون رو برای ما بفرستید و خب کسی که برنده بشه میره در مقابل، در واقع برنده مسابقه امروز قرار میگیره که همونطوری که مولا زمانی یحیی گل محمدی بود و به این ترتیب مربی برتر انتخاب خواهد شد. همچنان همراه هستیم با علیرضا مرزبان. آقای مرزبان، راجع به این چهار مربی نظر شما چیه؟ باید به این مسئله اشاره کنیم که مردم چرا به یحیی گل محمدی رأی دادن. این یحیی باید بگیم به خاطر نتایج فقط نیست، چون یحیی سمپاتی بزرگی رو بین هوادارهای فوتبال داره، سمپاتی بزرگی حتی بین هوادارهای استقلال داره. یعنی سمپاتیه که باعث شده که همه به یحیی رأی بدن در واقع روی اون کاناله. شما نه تنها بحث نتیجه است، بلکه از نظر انسانی هوادارا چطور شما رو میبینن، چقدر به شما نزدیکن، چقدر به شما اعتماد میکنن و چقدر شما رو از خودشون میدونن. این رأی‌گیری در واقع به نتایج کمتر در واقع میرسه یا هماهنگی میشه، بلکه بحث انسانی نقش بزرگتری رو بازی میکنه. و یحیی گل محمدی به خاطر این هست که از امیر قلعه‌نویی جلوتره، چون امیر در واقع خودمون میدونیم علی‌رغم نتایج خوبی که تو ایران گرفته از نظر سمپاتی خب خیلی پایین تر از یحیی گل محمدی هست، هم به خاطر مواضعی که یحیی در قبال جمهوری اسلامی گرفته، در واقع فقر گرفته، و هم به اصولا در کنار زمین و اینکه واقعا از خودش فقط دفاع نکرده بلکه از تیمش دفاع کرده. این نتایج به اونجا داره برمیگرده که نقش انسانی رأی‌گیری بالاتر از نقش نتایج بوده که مربی گرفته. دقیقا همینطوره. لینکش هم ملاحظه میکنید، میتونید به این آدرسی که زیر تصویر مشاهده خواهید کرد رجوع بکنید و رأی بدید. محمد، تفسیرش چیه 80 به 20؟ همونطوری که آقای مرزبان اشاره کرد فکر کنم خیلی تفاوت زیاده. ببینید آقای مرزبان درست میگن، اون بحث فنی رو بذاریم کنار، بحث در واقع اون اجتماعیش، اما من بحث فنی رو واقعا نمیتونم هیچ کسی با یحیی مقایسه کنم. مربی که 3 تا جام آورده سال گذشته و اوج کارش، به نظر من اوج کارش استعفا از تیم پرسپولیس بود. چون اگه یادتون بیاد زمانی که ما گفتیم یحیی همش استعفا میداد، یحیی استعفاش برای چی بود؟ برای اینکه بتونه باشگاه رو تحت فشار بذاره که بازیکن براش بگیرن، طبیعتا اینطور بود. درست. اما وقتی به یه جایی رسید دید که این اتفاق نمیفته، به نظر من از خودش برای پرسپولیس گذشت. چون الان میبینیم وقتی یحیی رفته کلی بازیکن گرفتن، کلی بازیکن گرفتن. من واقعا برام جای سوال اورونوف چطور برای حاضر شده بیا تو ایران فوتبال بازی کنه. 23 سالش بهترین بود. من مطمئنم یکی دو سال دیگه مرد سال فوتبال آسیا میشه، همین روند ادامه بده. و اینه که باعث میشه یک مربی از خودش میگذره. ببین اینا بحث شخصیتی یک مربیه. من برای امیر بسیار ارزش قائلم، کار بسیار بزرگی در فوتبال ایران کرده، در تیم ملی هم همینطور. واقعا تو این چند وقت نمیتونیم منکر ارزش‌های امیر قلعه‌نویی بشیم. اما وقتی فنی نگاه میکنیم، یحیی از همه مربی‌های حال حاضر فوتبال ایران، من نمیگم یه رده
چندین رده جلوتره، چندین رده جلوتره. و خیلی جای سواله برای من که میبینم میگن آقای یحیی گل‌محمدی کاندید مربی تیم ملی امیده، این توهینه به جایگاه و شخصیت یحیی گل‌محمدی. یحیی گل‌محمدی حتی میتونه مربی بالاتر، یعنی مربی تیم ملی که همین الان در واقع چایسه اون جایگاه هستش، اما در هر حال لحاظ فنی من فکر میکنم یحیی به مراتب از همه مربیای ایرانی جلوتره. آقای مرزبان، بین جواد نکونام و جوزه مورایس مربیای استقلال و سپاهان انتخاب شما کیه؟ با توجه به نتایجی که ما داریم میبینیم از جواد، از نظر فنی جواد خب طبیعتا جلوتره، چون جلوگیری کرده از این مسئله که تیمش بالانسش رو به هم بزنن، موفق شده که تیمو توی ریل مقاومت و در واقع نتیجه گیری مثبت نگه داره، تونسته سطح جدول رو نگه داره. مورایس دچار مشکلات بزرگی شده توی نتایج نتیجه گیری، نتایج بدی رو در لیگ گرفتن، به خصوص بازی با پیکان واقعا نقطه واقعا خیلی خیلی منفی بود. از نظر در واقع هوادارای ما نسبت، از نظر شخصیتی، شخصیت مثبت و اینکه پرخاشگری نیست، در واقع مورایس وزنه بزرگتری رو داره نسبت به جواد، ولی جواد واقعا از نظر فنی تونسته علارغم اینکه فوتبال خوبی رو بازی نمی‌کنن که تماشاگرها اونو دوست داشته باشن، ولی نتایج مثبتی رو داره میگیره. من میگم جواد یه قدم جلوتر از مورایس هست. ما به نظر شما چیه، جواد نکونام یا جوزه مورایس؟ خب من که نمیتونم استقلالی رو بزنم کنار. نه ببینید، واقعا تو شرایط فعلی نمیتونیم از یعنی مورایس و بالای جواد قرار بدیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که ببینید، جواد نکونام یه کار خوبی که در تیم استقلال انجام داده. الان صحبت‌ها اینه که میگن آقا استقلال دفاعی بازی میکنه، مثل اینکه شما از شما من یه مثال میزنم خیلی مشخصه، شما برای اینکه شمال بری سه تا جاده است که فیریسکو از حراز از جاده چالوس هم است، مهم اینه که برسی شمال. این قرار نیست آزاد راه هم باز کردن جدیدا، پول زیادی هم میگیرن. خدا حرف تو رو همینه، در قرار نیست که همه بگن خب من فقط از جاده حراز دوست دارم، یکی بگه جاده رسیدن اون مسیرها خیلی مهمه. در فوتبال هم همینطوره، مربی‌ها مسیرهای مختلفی رو برای رسیدن به اهدافشون تعیین می‌کنن و از همه مهمتر رسیدن به این اهداف از مسیرهای مختلف نیازمند ابزاره. شما با ماشین‌های مختلفی می‌ری. تیم جواد نکونام، نکته‌ای که من واقعاً دوست دارم، شاید از این نوع فوتبال خوشم میاد، همونطور که خیلی ها ممکنه خوششون طبعا. خیلی ها ممکنه آقا ما این فوتبال دوست نداریم، ما فوتبال پر اکتیو داریم، تحت فشار دوست داریم. خیلی خوب، اوکی، منم دوست دارم. اما نکته‌ای که به نظر من در تیم استقلال هست و نمیتونیم نادیده بگیریم اینه که جواد نکونام داره یه کاری رو میکنه که اون بحث بازیکن‌ها در تاکتیک مربی قرار گرفتنه، در فوتبال ما نداریم. درست. معمولا بازیکن‌های ایرانی کمتر در تاکتیک پذیرن، معمولا کمتر تحت تفکرات مربی خودشون هستن، هر لحظه کارایی میکنه. شما برای چی من میگم که استقلال کمترین اشتباه رو میکنن؟ چرا؟ چون بازیکن‌ها عوض میخوام این حرفو میزنن، جرئت ندارن اشتباه کنن. درست. اولین اشتباهش میرن نیمکت. شما مرداد محمدی اومده بهترین بازیکن بود چند بازی هفته اولی، الان نیمکته. چرا؟ چون چیزی که فراد جواد نکنه پرس نمیکنه و از نظر بدنی هم قوی نیست، میذارش بیرون. ببین اینه که میگم نکته مثبتیه که در تیم فوتبال اینا ما نداشتیم تو این چند سال اخیر. درست. که بازیکن‌ها کاملا در اختیار مربی باشن و اون انسجام تیم، اون انضباط تیمی رو استقلال به نظر تو این چند سال اخیر انضباط تیمی رو در هیچ تیمی غیر از استقلال من ندیدم تو این چند سال. بله، بسیار متشکرم از علیرضا مرزبان عزیز که از ویسبادن آلمان ما رو همراهی کرد. امیدوارم که سال بسیار بسیار خوبی داشته باشیم. اما یک ماه و نیم پیش تیم ملی ایران میتونست طلسم 48 ساله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا رو بشکنه و با غلبه بر قطر برو در فینال بازی‌ها قرار بگیره، اتفاقی که برای ما از سال 1976 نیفتاده بود، ولی چند اشتباه از سوی بازیکنان تیم ایران نتیجه رو رقم زد. این قطر بود که به فینال رفت و در نهایت قهرمان شد. از قبل بر شکل فکر میکنم که همه توی یک سال گذشته مربیگری همه قرنه‌ای رو دیدند و میدونن که چقدر خوب بوده بر شکل تونسته نتایج قابل قبولی بگیره. اما یکی از ایراداتی که زیاد مطرح شده میانگین بالای سنی تیم ملی بود، به طوری که تیم ما در بین تیم‌های مسن جام آسیا بود، تیم دوم بود. از این حیث بر شکل با اون تیم ما در بهترین بازی سال‌های اخیر تیم ملی ژاپن رو بردیم، ولی همونطور که گفتم عملکرد سینوسی باعث شد که در مقابل قطر حذف بشیم. حالا در آغاز دوره دیگه قرار داریم. معمولاً همه تیم‌ها در چنین مقطعی پوست اندازی می‌کنند، بازیکن‌های قدیمی جای خودشون رو بازیکن‌های جوان‌تر و آینده‌دارتر می‌دند. با این مقدمه بریم صحبت‌های امیر قلعه‌نویی قبل از بازی با ترکمنستان رو بشنویم که در همین مورد صحبت می‌کنه. ما هم باید نتیجه بگیریم،
هم شیب تغییراتمون شیب ملایم باشه. ما تا جام جهانی دو سال و نیم وقت داریم، میتونیم اون جوانامون هم یواش یواش وارد بازی بکنیم. ولی اصلا شما، من یه مثال بزنم، بازی رئال داشتم میدیدم، فکر کنم رئال 4-1 جلو بودش اینا، یو آیا آنجلوتی دو تا بازیکن جوان فرستاد تو زمین، تو چه نتیجه ای؟ تو 4-1 فرستاد. حتی اون بازی 4-2 تموم شد، یعنی اومدن جوان‌ها یه گلم رئال خورد. ولی این اصلا قانونه، یعنی شما باید هم نتیجه تو بگیری هم جوان‌ها رو، خود جوان هم ضرر نکنه. حالا البته یه فلسفه ای هم آقای جاوی داره، اومد بارسلونا اونجوری چیز کرد که اونم فراز نشیب داشت. ولی رئال علاوه بر اینکه نتیجه میگیره، با به جووناش هم داره اعتماد میکنه. ما هم دنبال این هستیم که علاوه بر اینکه هم نتیجه بگیریم، هم جوونایی که مد نظرمون هستن و خیلی هم امیدوارمون کردن و بتونیم تو این بازی یواش یواش بریم. حالا باز جوانای خیلی خوبی هم داریم، مثلا جلالی بازیکنیه که سابقه ملی هم داره، جام جهانی هم بازی کرده، خیلی هم ما رو امیدوار کرده. این نیست. ولی جوانای دیگه هم اصلا که اردو اولشون اصلا نمیدونم، آقای جواد آقای پور نمیدونم، حالا آزادی که مینی کم بود، محمد قربانی هم نه، قبلا این محمد قربانی اینا بودش، لیموچی اینا، یه چند تایی هم محمد قربانی قبلا بود، اینا هم که بار اولشونه خیلی خیلی ما رو امیدوار کردن. بله، کلن بخوایم آماری در نظر بگیریم، امیر قلنوی در یک سالی که سرمربی تیم ملی بودن، دقیقاشون یک سال، 20 تا بازی کرده، 17 تا رو برده، 2 تا مساوی، فقط یه باخت که همون یه باخت بازم باعث شد که ما نتونیم که به فینال جام آسیا بریم و این حسرت قهرمانی در آسیا همچنان ادامه داشته باشه. 57 تا گل هم زده تیم ملی، کاملا هم تیم ما تهاجمی بازی میکنه. باید این رو واقعا اشاره بکنیم که با آمدن امیر قلعه‌نویی تیم ما تهاجمی تر شده و فکر میکنم که فوتبال زیباتری رو ارائه میکنه، ولی بازم کافی نبوده و فکر میکنم که جای پیشرفت داره. و اینکه خب الان جوانگرایی قراره که انجام بشه، تیم ما در اولین مسابقه خودش در مقابل تیم ترکمنستان، تیم 141 جدول فیفا، با حساب 5-0 پیروز شد. دیداری که در ورزشگاه آزادی هم برگزار شد و تیم ما بازی برگشتش هم روز 7 فروردین قراره که انجام بده. محمد، این جوانگرایی به نظرت و مقایسه کردن امیر قلعه‌نویی با تیم‌های مثل بارسلونا و رئال مادرید، درسته اون تیم باشگاهی ملی اصلا کلا فرق می‌کنه؟ ببین، دقیقاً شما وقتی که یک در واقع تفکری دارین، من اعتقاد این تفکر رو اعتبارش گرفتن از یک چیزای دیگه، من خودم نمیپسندم. من خودم یه مربی هستم، یه تفکری دارم، برای تفکر خودم میرم جلو. به این جون ما نمی‌تونیم اون برنامه ریزی تیم ملی رو با تیم باشگاهی مقایسه کنیم به دلایل مختلف. شما در تیم باشگاهی هر روز تمرین میکنین، در تیم باشگاهی دستت بازه، مخصوصا تیمایی مثل بارسلون و رئال مادرید که میتونن از همه جای دنیا بازیکن بگیرن، فقط آکادمی خودشون نیست. اما در تیم ملی موضوع کاملا متفاوته. شما یک عده معدودی از بازیکن از کشور خودت داری، حالا جدیدا به چیزای عوض شده میتونی از بازیکن دو ملیتی بگیری که بازم محدوده. از مهمتر اون زمانی که بازیکن‌ها در اختیار تو هستن خیلی محدوده، شما کمتر زمان داری. برای همین اگر اون چیزی که به عنوان جوانگرایی هست، این جوانگرایی باید در تیم‌های پایه‌ای تیم ملی ایران انجام بشه، یعنی بازیکن‌های جوان بیان اونجا آب دیده بشن، اونجا آموزش ببینن. برای مثال الان فوتبالی که در تیم ملی انگلیس داره انجام میشه، این فوتبال نیست که یک شب شکل گرفته باشه. از سال 2011 2012 اینا برنامه‌ریزی کردن، بازیکنایی که قرار بود بیان تیم ملی در تیم‌های پایه‌ای آموزش دیدن، با اون تفکراتی قرار بود در تیم بزرگسالان بازی کنن. و حالا ما می‌بینیم بازیکنایی که میان در تیم ملی قشنگ اون تفکری که در تیم‌های پایه‌ای خودش تیم آندر 17 آندر 19 21 20 تری گرفتن، حالا می در تیم ملی راحت فوتبال بازی میکنن. حالا فوتبال پرواکتیو بازی میکنن، یعنی میان دیگه دفاع نمیکنن. شما در تیم های ملی، شما برای مثال تیم مثل انگلیس اگه داره اینجوری پرواکتیو بازی میکنه، یا تیم مثل اسپانیا، یا تیم مثل برزیل، اینا یک ساختار طولانی مدتی برای خودشون ساختن یا فلسفه خودشونه. ما اگه قرار اینجوری فوتبال بازی کنیم، یعنی بیایم اینجوری حمله بازی کنیم که همه ما دوست داریم، یه دفعه اتفاقی میفته مثل بازی با قطر. یعنی امیر قلعه‌نویی 20 تا بازی کرده، گفتین 17 تا رو برده، 17 تا رو برده، 2 تا رو مساوی کرده، یکی رو باخته. اون یکی که باخته همه چی رو از بین برده. دقیقاً ببینید،
واقعا ایران در شرایط معمولی نباید جلوی قطر ببازه. چرا میبازه؟ ببین اون تمرکز است، اون چیزی که ما میگیم که اون نوسانی که در تیم ملی نباید باشه. این نوسان امیر غنی باید تیم ملی بگه. در واقع با جوانگری من اعتقاد دارم، برای من جای سواله. بالاخره منم مثل شما، من میدونم خودت هم چند تا نظر دید. نظر من دو تا بازیکن به نظر من یه جای برای من جای سوال بود. یکیش آرشیا شکوری، آرشیا بازیکنی که در تیم نوجوانان 17 سالشه، چرا یه دفعه باید به تیم بزرگسالان؟ این یه سوال بزرگی. خیلی خوب، اگر اینقدر خوبه، اگر اینقدر لحاظ فنی خوبه که بیا تیم بزرگسالان، دیگه نفرستینش پایین، همون بزرگسالان نگرش دارین. آخه بدون بازی باشگاه مگه میشه یه بازیکن بیاد تیم؟ من میگم خیلی خوب، اینقدر اعتقاد بهش داری، عالی، اوکی، مشکلی نداره، ولی دیگه نفرستینش پایین. آرشیا شکوری دیگه نباید بره تیم نوجوانان بازی کنه، دیگه نباید بره جوانان امید بازی کنه. اگر اینقدر خوبه تیم بزرگسالان بازیش بدین. آیا هیچ کدوم از تیمای لیگ برتر ایران الان حاضرن این بازیکن توی دروازه خودشون قرار بدن؟ بایده. پس نباید بیاد تیم ملی. این سوال منه. سوال دوم در تو با بازیکن مثل آزادی. من خیلی بازی این بازیکن رو قبول دارم و الان معمرز آزادی یک فشار روانی زیادی روشه با انتخابی که امیر قلعه کرد. من میدونم چقدر نوع بازی این بازیکن دوست داره. آزادی باید جواب اعتمادی که امیر نوی بهش کرده رو بده. یعنی نه تا بازی نساجی داره، منم خب بالاخره طرفدار نساجی هم دیگه، تیم شهرمه، باید نشون بده استقلال و شایسته پوشیدن پیراهن تیم ملی داره. الان بهترین زمانه. اگر نتونه اون کاری که تو نساجی انجام بده، به نظر امیر قلعه‌ای چرا دعوتش کرد؟ سرخیزان و لیموچیم دعوت شدن، هرکدوم 5 گل زدن. خب اونا جوونن، اونا سنشون خیلی خوب، 20 سالشون اگه اشتباه نکنم، 21 سال. خیلی خوب، جوونگری خیلی خوبه، اما میگم جوونگری فقط برای پاک کردن صورت مسئله نباشه. بازیکنایی باشن که بیان بازی کنن. ببینید من یه زمانی یادم میاد، اون زمانی که آقای دیداری همه ما رو دعوت کرد، همه میگفتن این جوانای ما، همه کسایی بودیم که داشتیم در بالاترین سطح از فوتبال ایران لیگ قدس بازی میکردیم. من همون موقع تو فینال لیگ قدس داشتم بازی منتخب مازندران در واقع اصفهان بازی میکردیم. همه ما بالاترین سطح بودیم. میگم که نکته ای که برن در جوانگیری در تیم ملی باید هدفمند باشه. فقط برای اینکه ما بگیم جوانا رو آوردیم حالا یه اسمی بزنیم، این یه مقدار به نظر من درست شایسته نیست. و البته یه نکته دیگه هم که حالا بعدش بهش اشاره بکنیم اینه که بعضی از بازیکنان تیم ملی خیال ندارن که درست حسابی خداحافظی بکنن، مثل احسان حاج صفی و یکی دو تا بازیکن دیگه که خیلی بهتر بود که برشکل میرفتن خودشون کنار و دیگه اینجوری نبود که دعوت نشن. برشکل خیلی از بازیکنان دیگه بودن که میتونستن که برای تیم ملی ما بازی کنن، ادامه بدن. مثلا کریم باقری تو فوتبال کشور دیگه هم اینجوری، مثلا گری لینکر زمانی که خداحافظی کرد یه گل دیگه میزد به رکورد بابی چارتون میرسید و این کارو نکرد. نیومد تو 32 سالگی خداحافظی کرد، نیومد این رکوردو بزنه. و واقعا نمیدونم چرا بعضی بازیکن میخوان حتما رکوردا رو بزنن، چرا مثلا باید ادامه بدن اینجوری؟ میتونن خیلی راحت بیان آقا ما دیگه بعد از این مسابقه خداحافظی میکنیم، جوونا بیان. این موضوعیه که به موضوعی که من میگم یه زمانی شما باید به قول انگلیسی ساکریفایس کنی، قربانی کنی خودتو. باز دوباره برمیگردم به اون سوال، خب جواب خودم میگم یحیی گل محمدی خودش برای پرسپولیس قربانی کنه که تیمش موفق بشه. اینجا سیستم بازیکن تیم ملی بیشتر از اینکه به دنبال رکورد شخصی باشن، به دنبال این باشن که اجازه بده یک سری جوونا بیان جاشون بازی کنن. داشتیم با هم صحبت میشه وقتی گلینه کرد، گفتم من یه دفعه دوزنم گفتم یادت میاد آلن شیرر 30 سالش بود تیم ملی خدافیزی کرد، یعنی یه روزی بازی با تیم ملی آلمان یکیش اخراج شد، دیوید بکام 10 یاره شدن، این مجبور بود بیاد عقب. وقتی اومد عقب گفت آقا من دیگه بدنم نمیکشه، من میخوام دیگه نمیخوام تو 30 سالگی باسه راه رو باز بزنم برای جوونا. گفتم خب تو میتونی همچنان بازی کنی. گفت آره، ولی اگه بخوام هم تیم ملی بازی کنم هم باشگاهی بازی کنم، مطمئنا عمر فوتبالم کم میشه. اجازه میدم که جوونا در تیم ملی بازی کنن. امیدوارم بازیکنایی که یه مقدار پا به سن گذاشته شدن در تیم ملی این شرایط فراهم کنن که جوونای دیگه بیان و جاشون رو بگیرن. بله، اگرم نخوام بالاخره کنارشون میگذارن، چه بهتر که خودشون کنار برن. بله. اما در دوره‌ای هستیم که معمولا تیم‌های ملی میان پیراهن سال 2024 خودشون رو معرفی میکنن. توی این دو سه روز اخیرم دیدید که اکثر تیم‌ها این کار رو انجام دادند و خب ما انتظار نداریم که در فوتبال ایران اتفاق بیفته، چون تحریم هستیم و اتفاقات دیگری در اون کشور داره میفته که با همه دنیا متفاوت هستیم. اما یه کاری میتونیم بکنیم، حداقل این لوگو رو یه جوری تغییر بدیم. ما بارها و بارها صحبت کردیم، این لوگو بسیار بسیار ابتداییه، خیلی قدیمیه و اصلا بروز نیست. حالا چند تا از لوگوها رو پشت سر من ملاحظه میکنید که مقایسه بکنید، مثلا کشور آمریکا رو، اسرائیل، ببینید چقدر لوگوی قشنگی داره، یا کشورهای مثل عربستان، کره جنوبی، تاجیکستان، آذربایجان، قطر، ژاپن. ما نرفتیم حالا اروپایی‌ها رو بیاریم،
ولی واقعا وقتش هست که این اتفاق بیفته و البته یه فراخوان هم داده بودن که این کار رو انجام بدن، ولی ظاهرا اتفاقی نیفتاده. گفتن طرح‌ها رو میگیرن و قراره که در واقع تغییراتی ایجاد بشه، ولی این لوگو روی پیرن هست، پیرن هم که نه آدیداس نه نایکی نه پوما نه هیچ چیز دیگه ای، و با همین شرایط تیم ملی ما که از جمله تیم‌های معتبر آسیا هم هست واقعا زیبندش نیست که با این شرایط در مقابل تیم‌های قدرتمند قرار بگیره. بله، ما همچنان می‌خوایم راجع به تیم ملی صحبت بکنیم و در بازی مقابل ترکمنستان که البته همچنان ما در صدر جدول گروه قرار گرفتیم و ازبکستان 2-0 هنگ کنگ رو برد، ما هم 5-0 زدیم به ترکمنستان و بنابراین تیم ایران همچنان در صدر جدول قرار داره. اما دوست داریم که تیم ایران با عنوان تیم صدرنشین به مرحله بعدی راه پیدا بکنه. میخوام بازم راجع به تیم ملی صحبت کنم. ما بازی رو دیروز فکر میکنم که خوب بازی کردن، کلا بازی خوبی رو انجام دادن. قبل از اینکه بریم صحبت ما باشیم، بریم صحبت امیر قرنی رو بشنویم راجع به مسابقه، بعد میایم راجع به صحبت امیر قرنی صحبت کنیم، جمع بندی میکنیم. تشکر از بابت حضور تماشاگران عزیزمون تو این ایام تعطیلات و حضور بارونان عزیزمون که با حضور خودشون باعث شده انگیزه بیشتری به این تیم بدن. انتقادم اینه که اون جایگاهی که برای بانوان عزیز در نظر گرفته بودن جایگاه مناسبی نبود، خصوصا سرمای هوا باعث شده بود که بالاخره این عزیزان اذیت بشن و مسئولین خواهشم اینه که بهترین جایگاه آزادی رو باید برای این بانوان در نظر بگیره. اون بالا دور تو سرما فکر کنم جایگاه خوبی نبودش. در حال در رابطه با تغییر نسل من خدمت عزیزان گفتم، بازم میگم تغییر نسل باید با شیب ملایم تو هم با نتیجه بشه، چون اگه نتیجه نگیریم اولین کسایی که ضرر میکنن اون جوونا هستن. این نگرش هجومی با همه فشارهایی که دارن میارن، نمیدونم در آسیا ما اینقدر گل خوردیم، اینا ما هیچ تغییراتی نمیدیم. ما دوست داریم مردم از فوتبال لذت ببرن، لذت هم بازی هجومی گل، حالا چه روی این دروازه چه روی اون دروازه ایجاد موقعیت بشه، اینو مردم دوست دارن که ما اینو داریم. واقعا هم در جام ملت‌ها هم تو این بازی با توجه میگم که خیلی دنبال این بودن که نتایج جام ملت‌ها رو کم رنگ کنن و اینا، بازی جام ملت‌ها کمه، ولی حضور مردم توی تعطیلات نشون دادش که مردم از تیم ملیشون راضی هم. ولی ما اهداف بزرگتری داریم، ما باید به جام جهانی فکر کنیم، به مرحله بعد جام جهانی فکر کنیم. من فکر میکنم این جوان ها بتونن در کنار با تجربه های مهم رو انجام بدن. صحبت های امیر قرنی سرمربی تیم ملی رو شنیدیم بعد از بازی با ترکمنستان. ما بازی برگشتمون رو روز هفتم مقابل این حریف انجام خواهیم داد. من یه جوری من وقتی که صحبت امیر قرنی رو میشنوم و حالا سبک مربیگریش رو میبینم، یاد هری ردناپ میفتم، در واقع مربی سابق انگلیسی که مدت‌ها به عنوان مربی تیم‌های مختلف فعالیت کرده. یه جوری یه مربی سنتی بود که زیاد اعتقادی به کامپیوتر و این چیزا نداشت، اما خب کارش رو انجام می‌داد. فکر کنم امیر قرنی هم همین جوریه، ولی خب بعضی جا نیاز هست که واقعا یه مقدار بروزتر باشه. ببینید، به یه نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که امیر قرنی باید بدونه که الان سرمربی تیم ملیه و هر حرفی که میزنه ناخودآگاه همه جا به قول انگلیسی وایرال میشه، همه نگاه میکنن. لازم هم نیست خیلی چیزایی که آدم یه چیزایی آدم نمیدونه دیگه. من نمیدونم، من خودم بعضی مواقع چیزایی در واقع تکنولوژی سر در نمیارم، راحت‌تر ساده‌تر حرفامون رو بزنیم. همین حرفش این بود که میگفت که ما دنبال این هستیم که جوونا رو بیاریم و بهشون یه جوری کمک کنیم که تحت فشار قرار نگیرن و زود نابود بشن. کاملا من با این بازی موافقم. شما در همین بازی هم دیدین که خب تیم ملی اومد جوونای گذاشت که من اعتقاد دارم باز جوونای دیگه هم میتونستن اضافه بشن. برای مثال چرا باید سردار آزمون بیاد و اینجوری مصدوم بشه؟ الان تو صحبتی که داشتیم با هم میکردیم، سردار موقعیت بسیار طلایی رو از دست داد. آره، دیبالا مصدوم الان تو روم، الان گفتن 6 هفته احتمالاً مصدومیتش طول داره و میتونست برگرده در ترکیب روم قرار بگیره با توجه به مصدومیت دیبالا.
دقیقاً سردار آزمون میتونست یه سری بازیکنایی که اگه اشتباه نکنم بودشیم با هم صحبت میکردیم، دیدیم من رفتم نگاه کردم دیدم بازیکن مربی تیم ملی در واقع پرتغال مارتینز 8 تا از بازیکن رو گفت آقا شما برین خونه استراحت کنین، شما تحت فشارین، ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم و اینجا از یه جوری جوونا استفاده کن تو زمین خودمون هست، شرایط مناسب تری داریم، جوونا مطمئنا. من بازم میگم در فوتبال ایران تفاوت بازیکن‌ها آنچنان زیاد نیست، دو تا بازیکنن که جانشین ندارن. من همیشه گفتم بازم نه به دلیل مسائل فنیشون، به دلیل تجربه بازی در بالاترین سطح از فوتبال دنیا که اروپاه. مثلا ببین بالاترین سطح فوتبال در دنیا الان جام جهانی نیست، بالاترین سطح فوتبال در دنیا لیگ قهرمانان اروپاست، چون بهترین بازیکن اونجا دارن بازی میکنن و سردار آزمون و مهدی طارمی اونجا دارن بازی میکنن. بعد این دو تا بازیکن رو بذاریم کنار که هیچ کی نمیتونه جایگزینشون بشه، در تمام پست ها ما بازیکن های ایرانی میتونن بیان بازی کنن و من مطمئنم که حداقل در این بازی ها مشکلی به وجود نمیاد و این خیلی میتونه کمک کنه. جوانگیری باید از همین جاها شروع بشه که ما باور داشته باشیم به جوان ها، نه اینکه حرفشو بزنیم اما در عمل این باور بهشون نداشته و ناخودآگاه اعتماد به نفسشون میفته. مثلا تو این مسابقه امین حزبایی بازی کرد و فکر می‌کنم که شجاع خریزاده اگر محروم نبود بازم احتمالاً شجاع بازی می‌کرد، چون شجاع دعوت شده به تیم ملی، همینطور رامین رضایی هم بازم دعوت شده با توجه به اینکه حالا به 34 سالگی رسیده. فکر می‌کنم که یه مقدار این شعاره رو باید مراقب باشید که بیشتر یک دقیقه فرصت ندید. من بازم میگم که جوانگرایی بسیار خوبه اما به عمل نه به حرف. ما به حرف نباید جوان گیریم، ما باید به جوانامون باور داشته باشیم، باوری که شما میتونین توی زمین آزادی جلوی تیم ملی ازبکستان ببخشید ترکمنستان بازی کنین، تمام جوان باشه، حالا یکی دو تا بازیکن فرق داره و این میتونه باور به بین باور به بازیکن جوان تزریق کنه که ما میتونیم جایگزین بازیکن دیگه بشیم. بله، امیدوارم که این جوانگرایی درست و به موقع باشه و تیم ما بتونه با یه نسل جدید از فوتبالیست، البته این فوتبالیست کنونی فوتبالیست خیلی خوبی هستن، اما نیاز هست که بیش از پیش به جوانها میدون داده بشه. امین حزبایی تازه اولین بازی ملیش رو انجام داد که فکر می‌کنم جا داشت که زودتر از اینا پیران تیم ملی رو به تمام کنه. این اولین برنامه هتریک در سال 1402 بود که تقدیمتون شد. ما یک شنبه شب همراه شما هستیم و آخرین اتفاقات فوتبالی سال رو مورد بررسی قرار می‌دیم. متشکرم از محمد و تا دیدار دیگه، بدرود.